این غیر ممکنه. این مسخره بازی ها چیه؟ من نمیفهمم تو چرا باید یه همچین کار احمقانه ای بکنی. من کاریو که عدنان به یکزم خواست انجام دادم، کار دیگه ای نکردم. اگه من میفهمیدم هیچ وقت بهت اجازه نمیدادم. الان اومدی به هم چی بگی؟ آخه راستش نمیدونم چیزایی که شنیدم و چطور به عرض عدنان بیک برسونم. من نمیخوام چیزی بدونم نه چیزی بشنوم. واقعا که خجالت آوره. آخه کی میخواین قبول کنین که این زن شما رو بازی داده؟ نمیفهمم چرا متوجه نمیشین. اولا اونی که داری ازش استفاده میکنی کیه؟ راننده ی همین مرد کثیفه. یعنی فکر میکنی این موضوع به گوش هلمی اونال نرسونده؟ ما باهاش معامله سنگینی انجام دادیم. فکر نمیکنم بره چیزی بگه. فکر نمیکنی؟ پس مطمئن نیستی. خیلی خوب. تو از کجا میدونی که واقعا فیروز خانم و سمر میخوان جلوی ازدواج اونا رو بگیرن؟ چه جوری میخوای اینو ثابت کنی؟ شاید اینم یکی از نقشه های هلمی اونال باشه. ازت خواهش میکنم این حرفاییو که به من گفتی به برادرم نگو. با این حرفا رابطه‌اش رو با سمر خراب میکنین. نباید با زندگی مردم بازی کنین وقتی هنوز مطمئن نیستی. خانم، فقط میخواستم به عرض شما رسونده باشم، همین. این موضوعو به کسی دیگه ای نگو. قول بده به عدنان بیک هم چیزی نمیگی. دیگه کافیه. نمیخوام چیزی بشنوم. ولی اگه عدنان بیک بفهمه من این موضوع رو ازش پنهان کردم چی؟ مسئولیتش با من. صبح بخیر. صبح بخیر آقا. خب بگو چی فهمیدی؟ همونطور که بهتون گفتم راننده رو متقاعد کردم. قبل از اینکه برسی داشتیم در موردش صحبت میکردیم. دقیقا همونطوریه که فکرشو میکردم. فیروز خانم بعد از اینکه با تحسین عزدیر ازدواج کرد نمیخواست کاتیا رو با خودش ببره. وقتی هم فیروز خانم بهش میگه که دیگه بهش احتیاجی نداره، کاتیا هم ناراحت میشه. توقع نداشته بعد از این همه سال که به فیروز خانم خدمت میکرده یه همچین چیزی بشنوه. فکر کرده چطور میتونه کار فیروز خانم رو تلافی کنه. پا شده یه راست رفته پیش هلمی اونال. بله، همه داستان همین بود. هلمی اونال هم از فرصت استفاده کرده و از کاتیا کلی اطلاعات گرفته. خیلی خوب میتونی بری. بله قربان، حتما. خسته نباشی. سلامت باشی. معلوم هست داری چی کار میکنی؟ میخوای با این کارات به کجا برسی؟ فقط میخوام بدونم تو خونه زندگی من داره چه اتفاق میفته. به نظرت اینطوری مسئله حل میشه؟ سمر به خاطر فیروز خانم خیلی شرمنده شده. نمیدونی چطور داره اشتباهات مادرشو از من مخفی میکنه. میریزه توی خودش. نمیخواستم نگرانش کنم، ولی خودم باید سر در میآوردم که چه اتفاقی داره میفته. حدس میزدم که کاتیا جاسوس هلمی باشه. مهم نیست. حتی اگرم جاسوس اون بوده دیگه همه چی تموم شده. کاری به ما نداره. گوش کن، تو نباید الان این کارو باهاش بکنی. تو دقیقاً داری مثل هلمی اونال رفتار میکنی. ببین چی بهت میگم. این رفتار در شأن تو نیست. عدنان بیک، یه موضوعی هست که میخواستم شما رو مطلع کنم. یعنی انام خانم به خاطر اینکه شما نگران نشید مانع شد تا شما را در جریان بذارم. حتی ایشون دستور دادن، ولی نمیتونم اطاعت کنم چون مسئولیت دارم. چه موضوعی؟ من اشتباه کردم. قبل از اینکه به شما بگم با انام خانم صحبت کردم، ولی چون نمیدونستم چجوری بگم این کارو کردم. خب بگو. من اطلاعات درستی در مورد کاتیا به شما ندادم. البته نمیشه به حرفش اعتماد کرد، ولی بهتر شما در جریان حرفایی که زده باشید. چه حرفایی؟ در مورد همسرتون و فیروزه خانم. نباید این کارو میکرد. مامان میشه شما دخالت نکنید؟ من از اول میدونستم یه همچین اتفاقی میفته. نظر تو این نمیتونه یه نقشه باشه؟ چرا باید عکسو به این زودی توی روزنامه ها چاپ بشه؟ یه نقشه ای هست که باعث شد چشمو بیشتر باز کنم. بود
اولین عشق واقعیش بود. دختره رو میشناسم، خیلی دوستش داشت، خیلی خیلی زیاد. حتی سمر بهم گفته بود که به خاطر اون از بیسان جدا شد. چند روز پیش حرفش پیش اومد، نمیدونستم هنوز این رابطه ادامه داره. هاشو عزیزم بس دیگه، نمیخوام. مگه دنیا به آخر رسیده؟ این کارا چیه؟ عدنان بیک، ببخشید عدنان بیک، اگه عجله نکنید از پرواز عقب میمونید. گفتم وسایل ضروریتون رو بذارن توی ماشین، همه چیز آماده است. متشکرم.